سلام. من ریاکشن رو بذارم اینجا که ملت نسخه این سلام گفتنت بودن. هدفون چی شد؟ آخه نکته خوبیه. اصلا اینجا نیست. بیا من بهت بدم هدفونمو. میخوای من بدم؟ میخوای هممون هدفونامون رو برداریم؟ نه. آخه چیز میشه. یکی باید چیز کنه. یکی باید مانیتور کنه. چون همونطور من بهت میگم تو صحبت کن از اینجا میفهم. خب بیا هدفون منو بزن. نه میرم میارم الان هدفون زیاده. شما صحبت کنید با من. صحبت کن. چرا من نمیخواستم بهش نیکی کنم؟ چرا؟ ولی پرسش کرد. باید هدفون تو ما رو میزد. خیلی خوش آمدید. قربت برم. صبح. برای جان یادت داشتیم با هم راجع به این صحبت میکردیم این لحن که شروع میشه. دوایه رو شروع کردی دیدن؟ فرزاد برای شروع کرده. من ندیدم. شروع ندیدم. آره من یه مکالمه با فرهاد داشتم. تکست میزدیم و اینا. برای من یه میم فرستادی که دوایه رو شروع کردید دیدن. سیمش اینه. یه میم از دیانجلو بارکستیل برای من فرستادی، گفتی دوایه رو داری من گفتم ای تعجبم کردم چون تو آدمی که خیلی سخت شروع میکنی سریال دیگه. گفتم ای داری دوایه رو میبینی و اینو؟ گفتی آره تا الان مثلا این ضرب مثلا محبوب من و اینا. من گفتم که این آخرش نیست، وایس تو چیزای بهترم داره. بعد چند روز گذشت، یه روز تو وقت خواب بیدار شدم فرزاد بهم تکست داده بود. بله. بعد تکست رو باز کردم و خوندم، شروع کردم جواب دادم، دیدم ای دقیقا همون کانورسیشنی که با تو داشتم و با فرزادم داشتم در اون لحظه. راجب دوایر من همه رو با فرزاد هم داشتم. خیلی برام جالب بود که عیناً با دو نفر یه کانورسیشن رو داشتم. با متوجهشون اصلا تو نبودی، از اول من با فرزاد صحبت کردم. من کل اون بازه فکر میکردم که من با تو صحبت کردم و تو گفتی دوایه رو شروع کردی دیدم. خب این قضاوت هم که تو این مدت میکردی همین بوده. اصلا برام عجیب بود که پرسیدم، گفتم شروع کردی دیدن؟ گفتی، یعنی در واقع گفت که آره دارم میبینم. ای دیس میکرد. بعد که فرزاد تکست رو داد، این اصلا با فرزاد با اون دیالوگ. بابا تکست من چک کردی اصلا همچین؟ نه دیگه فهمیدم اونجا. آخه یه زد و اچ دیگه فرقتون، یعنی همه چیز یکیه. همه چیز یکی نیست. نه بعد مخففش یا اف اس من دیدم اون بالا گوشی ما آنچه اونطوری می نویسه، من اسما رو کامل می نویسه دیگه. نه اف اس و پایینش، حالا اون موقع من زد و اچ دیدم دیگه، حالا فرق زیاده. ما داستانایی داشتیم. ولی تو چند روز من حس می کردم که فرهاد شروع کرده. بابا چقدر به من بعد تیکه می انداخت. تو که پس نمیبینی، چرا پس ادامه ندادی فلان بیسان؟ آره آخه تو یعنی تو بعدش در مورد این قضیه با ایشون هم کانورسیشن داشت و اینم هیچی نمیگفت. نه آخه منم قرار بود ببینم، بعد ندیدم دیگه. نه کارونم کلا سورپرایز بود که فرهاد این سریال رو استارت زده، چون میدونست آدم این کار نیست. آره وای اصلا هنو یادم اومد چیه دیگه. ضبط نشد؟ نه اصلا یه دیگه، این که اصلا مهم نیست. دیروز وقت سلمونی داشتم اصلا نرفتم سلمونی. الان این مهم نیست وقت سلمونی. من این هفته یارو آخه به من مسیج زد، منم کانفرم کردم بهش. اتفاقا فرش هم هستی ولی حالا بابا تو فقط بابا بد باش. سابسکرپشن پیست رفتم زشته. زشت شد، خیلی بد شد. خب میگفتم حالا از اینجا ازش میگوسفایی بکنم آخر کار. آره اگه بگوشیش مرسی. نه ولی خب من که این سریال رو دوست دارم، یعنی نه ولی ندیدیش؟ چرا آقا یه اپیزودش رو دیدم، یعنی اونقدرم تو پرت نمیگی. یه اپیزودش رو دیدم راجبش حرف زدیم لفظی، ولی اون دیالوگ تو برای من میمه. نه دیانجلو باکستر رو نفرست. نه ولی تو میمایی که میفرستدی و من میفهمیدم، چون میم نه من برات یه تیکای از خود فیلم رو میفرستدم. همون اونم میمه دیگه. مثلا جیمای دیروز به ایمان میگفتم که کارون دوره دیده است، میشینه مثلا دو سه ماه در گوشت یه چیزو گفتن، مثلا میگه هر هفته میاد میگه این وایر رو کسی ندید، میگذره هفته دیگه. دقیقا دو سه ماه این کار رو با ما کرد. یه لحظه من به خودم اومدم میدم سیزن دو هم اون چیز شکنجه هست که قطره قطره آب میچه کنن رو سر طرف. قارون اینطوریه، قطره قطره به نفوذ میکنن. آقا ما بهترین تایم هایی که با هم داشتیم مگه راجع به سوپرانوس صحبت نمیکرد؟ خیلی تایم های خوبی بود. تو پرانتز یه سپرایز هم دارم واسه سوپرانوس هفته دیگه. هفته دیگه برای پرانتز هفته دیگه از الان. خیلی سریال باحاله.
یعنی کجا چی الان سیزن یکی؟ سیزن دو رو تموم کردم. دورم تموم کردی؟ بابا چقد؟ من چی؟ من 20 ساعت سریاله. تایم چیز می‌خوام میشم می‌بینم. دو اون یکی توی چیزن توی پورت. پورتم. آخ اون یکی از بهتریناشه. خیلی من رفتار بدی دارم برای سریال دیدن. برای همین بود سریال نمی‌دیدم چون زندگی خیلی بد شده بود و دوریا. کل زندگی رو سریال می‌رفت. نه این می‌ارزه. آره باحاله. خیلی باحاله. کل داستان یه چیزه ولی هر سیزن یه تم خاصی داره. اوکی. بعد آهنگ شروع سریالم یکیه، تمش عوض میشه. مثلا فرض کنید سیزن یک سنتیه، سیزن دو میشه 6 و 8. سیزن سیزن 3 میشه چند تا سیزنه؟ دیرین یکی. چی شد؟ آه اینو نفرستم بکنم برات. خیلی چیزا رو فکر میکنه گفته فرستم. 5 سیزنه. 5 سیزن. یه چیز دیگه پس زندگی نداریم دیگه ما. دیگه مسجل شد که آقا یه پادکست دیگه رو میره. راید اگه میخوایی که وام شروع کنیم. ایشون اسمشو سادات هستن سمت راست. سقط. سادات. سادات هم دیگه. جیه. جیه. سی. باب سیگت. آه این دور دیدی. سگت یعنی سگ تو. من ولی داشتم این مدت اوزار کو میدیدم. خیلی. تو تا زیاد تعریف میشه ازش. سیزن 4؟ 4 ولی وسطش تموم شد دیگه، یعنی آره. به مید سیزن رسید. یه جوری هم مثلا اونزار که یه جور عجیب خیلی اتفاقای عجیب میفته توش. عجیبه الان موسیقیه. الان به الان استیت چیز الان منه آه. ولی خیلی دیگه وقتی یه اتفاقای خیلی تخیلی میفته اصلا نمیتونم قبول بکنم دیگه. زیاد تخیلی نیست چرا؟ اتفاقایی که توش میاد. تو مارویل حال نمی کردی؟ چرا؟ دقیقه هم مشکلم دقیقه همینه. دقیقه همین. مثلا این چیزو دیدم، سپایدرمن آخریه رو دیدم، اصلا دیگه اینقدر چنگ زده بود به همه چی، یعنی از اول تا آخر مارویل و یارو تو این اسپایدرمن آخری شخ زد همه رو به یاد. بعد دیگه بسه دیگه. دیگه یه دونه ویلن، دو تا ویلن دیگه، کل کسایی که اینا تا حالا باش جنگیدنه که دیگه نیار تو فیلم دیگه، بسه دیگه. بتمن هم دیدی یا نه؟ نه نه ایدم هنوز. ولی فیلم های دقت کردون که سال پیش کم بوده فیلم بود به خاطر کووید و اینا، زیاد فیلم تولید نشد. ولی الان دیگه آخه چون سینما نمی رفتن پوش... نمی شد برن، احتمالا رغبت نمی کردن درست کنن. احساس میکنم درست کردنش هم سخت بود دیگه به خاطر کووید. آره پروتکل‌های مختلف داشت. ولی الان پشت به پشت دارن فیلم میدن بیرون دیگه. الان این تا فیلم همینطوری داره میاد بیرون. ولی ندیدم، نه وقت نکردم ببینم. بتمن شما دیدی کسی؟ نه نه اصلا بتمنی هستید؟ یعنی دیدین قبلی ها رو؟ نه من نیست. من بیشتر داروسارایی هم. مسخره بذارید از خلاقیتش استفاده کنه. 1% یه چیز خوبیه. توی این 390 اپیزود سه بار حالا این داشت سعی می‌کرد چهارمی رو جنریت کنه که نشد. تو نطفه خفه شد. برو تو هم برو. شما چشم نواز شکلا چیز دارید؟ OCD دارید؟ تا شلوارت قشنگ فرض تو تیکه کیک. آقا هفته چطور بوده؟ چه کار کردید؟ میخوام این اپیزود از دو نفر بپرسم، اپیزود دیگه دو نفر دیگه، شما دو تا این اپیزود. منو یه حس معلمیم هم دست دادین متخته. این زنگ از شما میپرسم، زنگ بعدی بود. بفهمید. بعد هفته خوبی بوده لذت بردید از هفتهتون؟ بله. سریال جدیدن فقط وایر دارین نگاه می‌کنین؟ چند تا سیزن؟ نه من وایر رو تمام کردم. چند تا سیزنه؟ 5 سیزنه. هر سیزن از این شورت سریز هست. 13 تا 1 ساعت هست. ال پی ای. اوه اوکی پس. آره قدیمی هم 1 ساعت. وقت نیاز داره واقعا. آره ولی بعد اون چیزو شروع کردم. The Band of Brothers نمیدونم شنیدید یا نه. نه. اینم این فکر کنم بالاتر برادران. بالاترین چیزو داره IMDb. برادران بعد. این بالاترین آی ام دی بی رو داره واقعا. آره سوپرانوز 9.2 دوایر 9.3 این 9.4 این شورت سریز یه سیزن 10 قسمتیه. مال چه سالیه؟ 2001 اینا. چه همه سریالای خفن و موقع تولید شده. اصلا همش هم رو اچ بی او. اچ بی او خیلی قویه واقعا.
دونو دیدم من خیلی وقت میخوام ببینم چون 3 ساعت خورده یه هنوز ندیدم. تا تشو که it's just the beginning، یعنی it's just part one، هم فقط قسمت اولشه، از هیچ اتفاق جدی نمیفته. 3 ساعت خورده ای فقط آدم ها رو معرفی میکنه، همین 3 ساعت فقط آدم معرفی میکنه. من دوست داشتم، جالب بود. چیزه تو رفتی هدفون بیاری چی شد؟ نداشتم. خب من نمیخواد. نه اوکیم. فقط یکی مانیتور کنه دیگه. آره، صدای کارونو مخصوصا تنها کسی که من مانیتور کنم کارونه. خب بخوام من هدفون ها بدم تو. نه تو خود سعی کن. آخه من اصلا این برام کار، من اصلا هیچ وقت نفهمیدم کاربردش چیه. ببین کاربردش اینه که تو بخاطر اینکه تو خیلی صداشو میاری پایین، یعنی اصلا نمیشنوی. آها، صدای خود هدفونتو. آره، من به نور زیاد صدای زیاد حساسیت دارم. کلاً به زیادی حساسیت داره. ولی قشنگ بود. دون جالب بود. میتونه اپیزود، یعنی بعدیش که بیاد قشنگ تر. آره، دون خیلی تعریف شده بود. همون موقع که اومد همه و اونم روی کریز. و چیز دیگه میدونیم که یعنی شماها، یعنی ماها ایرانی ها و حالا عرب و کسایی که مسلمان ها، خیلی درک بهتری ازش داریم. چرا؟ چون که دارم. نه بذار نمیگم. آره، و خیلی ربط داره به مثلا عقبه اسلام. آره، قشنگه، جالبه. ببینید، من پیشنهاد میکنم دون که ما چه رنگ اون عجیب شده، یعنی احساس کنم یه تن بدی دارم. بیچاره میراد که بعد اینو کالا کارکت کنه. عشق منی. خب برو بگو. میگم ما دون کوچیک بودیم به مرغینا میدادیم. میپاچیدیم. الان تو چی فرا دونشو خورده؟ چی شو؟ دونشو. آه، دونشو. دونشو. این نزدیکه. بگو. ما هم هفته خوبی بود. این چند روز پیش، چند شب پیش به استعداد بچه ها بیرون بودیم و اینا. دقت کردی که ما دعوت نبودیم؟ من نمیدونم چرا. نه، یه چیز خیلی سریع، نه اینکه میرفتم، ولی خب تازه ترکشش هم به من خورد. آره، رسمیه. او بعد شخصش نگو بزنی. خیلی ناراحت شدم. او فهمیدم چی شده. چی شده؟ آها، بگو. اصلا یه جمله ما گفتی بچه تا ترش تصمیمشون هم گرفتن ترکشش هم در آوردن. خب حالا که بچه ها بد شد از رستوران که داشتیم میمدیم بیرون، بعد بذار بگم که رستوران موقعتش چی بود. رستوران سر نبشه یه خیابون اصلی و یه کوچه بود. خینه یا الفنه؟ نه، خارجیه. اوه، خب نه نه چی؟ نه اون کسی که حالش بد شد. آها، دوبامی دوبامی. بعد یه کوچه ای از این کوچه پشتی ها بود، از اینایی که خیلی خرابه و تنگ و تار و یا آدم مثلا اتفاقات بعد بکله. آره، بکلی بهش میگن، بکلی تنگ و تار. بعد این بکلی بود، دقیقا اون ور بکلی در مجاورت این رستوران که ما بودیم یه رستوران دیگه بود که شیشه ای بود نماش و چیزا مشتری ها و کسی که داشتن غذا میخورن نشسته بودن دقیقا بر این بکلی، ویو بکری داشت. تو رو شیشه بالا آوردید؟ نه، من نه، من اومدم این دوستمون رو هدایت کردم پایین و تو راه که داشت بعد پله های گوش بده سعی نکن جلو بزنی. نه نه، ازش پرسیدم ایشون هم بوده اونجا یا فقط اونجا نبودم دیگه. آها، نبودی؟ نه نه، بود ولی اون لحظه نبود. آها، میمد بیرون فردا. این بنده خدا من از خود رستوران داشتم میمونم پایین، پله های با شیب عجیب غریب دو سه بار داشت اون پله ها میفته اینا آجی آوردیم بیرون. بعد این شروع کرد تو این بکلیه رو به اون مثلا کاپلایی که نشسته بودن و لوکس. ببین اون رستوران شیک اومده بودن. اگه رستوران لوکسیه چرا ویوش به بکلیه؟ یه ویوش این بر بود دیگه. خواهد تو بکلی فهمه دارن تزریق میکنن. نه، اصل ویوش آبه. اصل ویوش انگلیش بیه. کجاست؟ کدوم رستوران؟ دم انگلیش بی. بیر کرافت انگلیش بی. کرافت بیره اون ورش، حالا نمیدونم اسمش چی. من نرفتم اونجا. یه کاپل بودن از لحظه‌ای که ما داشتیم میرفتیم و من میدونستم مثلا این اینجا میخواد دیگه بالا بیاره، چش تو چش بودن با دختر و پسره. اینا معلومه دیت اول دومشونه، خیلی شیک و مثلا ظاهر کار حفظ کنن و اینا. سیبیله دیگه، کل لباساش خرج کرده بود، دخترم لباس شیک پوشیده بود اینا.
بعد اینا هی شروع کردن ما رو دیدن. خب صحنه صحنه پر استرسی بودی، یکی زیر بغل یکی دیگه گرفته کاپشنشو میگیره فلان دور و بر. دیرم بود یعنی ساعتای مثلا نه فکر کنم مثلا هفته بعد از ظهر یا تا اون زد اونیم ده خیلی دیر نبود. بعد ببین صحنه اینطوری بود، این شروع کرد پروجکتور فامیلی گای توری آبشار توری اینو آوردن. من خیلی جالب بود، همون لحظه داشتم دختر پسر رو میدیدم. بعد دختر اینطوری کرد، همه در میبینن دیگه، دختر اینطوری کرد داور نگاه کرد، بعد اینطوری شده بود پسر لحظه دختر رو کرد. آخر رو دختره که یعنی بینتون شیشه بود. آره بینتون شیشه بود، یعنی چیزه کسافت دیگه حرکت. بعد که تموم شد و اینا گفتم این حالا که این دوستش داره بالا میاره، این داره دختر مردم بوده. نه گرفت پیشونیشو گرفته بودم زیر بغلش که دیگه هر کاری اینجوری پیشونی زیر بغل اینجوری تو باید نگاه کنی یهو چوک نکنه یهو بالا نیاره. بلدم کسی که بالا آورده بود خفه نشه چه جوری تیکرش بکنم. خیلی خنده دار بود. بعد دیگه معلوم بود دیگه زهر مارشون شد اون دیت این دوتا، چون مثلا ما 10 دقیقه اون پایین بودیم تا بله ما خیلی خندیدیم. حال این بچه خوب شد، خیلی جالب بود. من از عمد اونجا حضور نداشتم چون که میدونستم قرار از این اتفاق بیفته و نمیتونم تحمل کنم وقتی که این صحنه رو میبینم. منم آها یادمه تو قدیم. آره بعد و همون لحظه من میخواستم تعریف کنم داستان واسه فرزاد. رفت چند دقیقه قبلش که داشتم میدیدم فیس رو میدیدم و اینا، به فرهاد گفتم قرار بود حساب کنیم دیگه تو رستوران. به فرهاد گفتم من پول تو رو میدم، تو فقط اینو بعد برو پول اینم میدم. من اینو شنیدم سریع ما رفت. ایشکی نباشه اینجا. بله باشه من بعد یه چیزی رو برای نفر بفرستم. بفرستین سلام هم برسونه سمت چیزی گرم میکنه تا شما برگردید. بعد اومد و فرضا اومد میگه چی شد اینا شروع کردن واسه تعریف کردن، یهو عین قرقی رفت اصلا خیلی عجیب رفت. بعد رفت سوار ماشین شده بود. من سعی میکنم که نباشم تو اون لحظه. گفتم بابا وایس داستان بشون. خب پس داشتید آره داشتیم اون به قول دوستان خودمونم. آره این هفته اتفاقای عجیبی افتاده. حالا منم یه اتفاق عجیب داشتم که به دختر و مردم رب داشت داری توی اپیزود دوم میگم براتون. زیباست و آره یعنی میگیننمون نفهمیدم که هیزی خیلی چیز بدیه. عواقع بدی کم دیو نیست برای فهمیدن این موضوع. نه تو سن سی تازه اول هیزی تازه می هرچی که سن میره بالاتر هیستر میشی دیگه. نهیدی تو مثلا بازار مثلا شیراز که رد بازار وکیل که رد میشی اصلا یه داستان دیگه است. آره اونا نافذ نگات میکنن. پشت چراغ قرمز وایساده بود بعد اینا دیدی تولد میگیرن یهو یه تعداد خیلی زیادی دختر رد شده، همه مثلا لباس شیک و اینا با بادکنک داشتن از خیابون رد میشدن. بعد جلو من مطمئن بودم دیگه، داشتم نگاه میکردم دوتا پسر داشتن رد میشدن. ببین اینا دیگه واقعا یه دل سیر اینجوری کامل رونالدینیویی این برای نگاه میکردن این وری حرکت میکردن رد شدن مثلا یه هفتشتار کامل کردن. بررسی کردن و همه کربچه رو اینا رو در آورد محاسبه شد و بعد ادامه دادن رفت. خیلی جالب بود. ایمان گفتن ایمان جان حرف از هیزی زدن توی پارتی باس نرفتن دوستان. احتمالا جلوتر میرفتن دیگه ایلندشن تالا رفتین پارتی باس؟ ایمان تو رفتی تالا؟ پارتی باس آره لیموزن نه آره لیموزن لیموزن خیلی بچه بودم من 18-19 دبیرستان. آره و ریگرت میکنم کارهایی که اونجا کردم. آها به من نصف زندگی بودم ریگرت میکنم. اتفاق اپیزود منو باید گوش بدی. اتفاق نمیفته که مثلا یهو چه میدونم نشستی نشستی مثلا اتفاقات نفته نشسته باشی مثلا یه خاطره از 15 سال قبل بیاد تو ذهن بگی عجب غلط چی رو این کارو کردی. چرا اتفاق میفته؟ یعنی مثلا فقط من نیستم که خودم اگه نکرده باشی یعنی زندگی خود بوده 15 سال پیش مثلا. آره مثلا خیلی ایرلونته، خیلی دیگه برمیگرده به قبل. الان زندگیت مثلا اون موقع تو ایران بوده با یه سری آدمی که اصلا دیگه نمیدونی کجا. خب بعضی وقتا سطح حماقت اونقدر زیاده که تو مجبوری
حسرت بخوری، حسرت بخوری و بترسی. شروع کنیم اپیزودمون رو. بفرمایید. سلام، اینجا خودکست، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن. سلام. 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 جونم براتون میگه امروز اپیزود 321 ماست. ما برگشتیم بعد از یک هفته استراحت کوچیک و شاید اجباری، یعنی واقعا نمیتونستیم هفته پیش ضبط بکنیم، مصادف شد با مید سیزنمون تقریبا، ولی گفتیم که مید سیزن بریکمون رو بگیریم. برنامه‌ریزی شده بود. اصلا برنامه‌ریزی شده نبود، یعنی اینه که اگه برنامه‌ریزی شده بود میگفتیم، یعنی. ولی خب احساس میکنم شنوندهای خودکست خیلی عادت دارن به اینجور رفتارهای ما، ولی قول میدیم که این اتفاق نیفته تا دیگه انشالله یه ماه دیگه که میشه. آره چی میشه یه ماه دیگه؟ نه بچه ها رو از دست میدیم دونه دونه. اوه آره، اسپویل نکنیم. نه به حال دیگه قرار همه تیر بخوریم شطوری که دم خونه هر کسی میخواه دیگه. اون دفعه قرار رو خودکست بخواه. چی میشه یعنی رو خودکست شطور میخواه؟ من و تو با هم دیگه میشینیم دوتا سیبی دوتایی. آره بابا سپه رو میاریم. آره عالی میشه، میتونیم ریپلیستون کنیم. میتونیم اصلا از الان شروع کنیم اینترودوس کردن سپه. میگه که سپه رو خیلی ها میخوام ببینن دیگه. ما اینقدر دمادش خواتره گفت. من و کارون صحبت کردیم در مورد اینکه سپه رو بیاریم. آقا ما همینجا با کارون ما هم صحبت بکنم. کسی با من صحبت نکرده. من همینجا از سپه دعوت میکنم که هرون خواست بیاد. سپه شاید تحمل کردنش سخت بشه، یعنی نه بذار من جملم تمام بشه. بچه ها عادت دارن، کسی که استریم رو نگاه میکردن عادت دارن، یعنی عادت دارید که سپر سپر بیاد بعد دیگه مسیج این دوگه تو رو قرآن مثلا دیگه فقط دو دقیقه سکوت دو دقیقه. ولی نه، از دوستای خوب ماست، دعوت میکنیم ازش که بیاد دور هم باشیم بگیم بخندیم. ولی پالا تا اون موقع ببینیم چی میشه دیگه، احتمالاً اپیزودامون چند نفر عوض شن توش. اصلا شما خودم برم نمیدونیم که روی هیچی ننوشته. یعنی چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتی؟ هیچی ننوشته؟ روی هیچی ننوشته. چیو؟ هیچیو؟ هیچیو روی ننوشته. روش ننوشته. روی چیشو نمیدونیم. نه یه چیزی که قوانینش ننوشته. روش ننوشته. ننوشته شد. زیرشته. یعنی it's not set in stone منظورشونه. فهمیدی چیشو؟ میدونم من بعد ترجمه کنم که بفهمین. آره چون میدین که اون چیزی که تو میگی تو فارسی ترجمه ای ندارن، اسپانیا انقدر جلو بودن که از اون موقع داشتن برگردان لاتین بوده. چه خبر کارون؟ هفته خوب؟ خوش سلامت؟ آره بد نبوده. اشغال کردین؟ بله بد. این شما دیروز تعطیل بودین؟ بله ما دیروز تعطیل بودیم، ولی متاسفانه دوشنبه نیستیم. دوشنبه نیستیم. شما دوشنبه ما هست. باید تعطیل باشیم دیگه. ما هست. دولتی ها تعطیلن. غیر دولتی ها نیستن؟ غیر دولتی تو کانادا فقط جمعه تعطیلن. اروپا ولی هم که... جمعه هست هم دوشنبه. بانکام بازن. من که واقعا دوست دارم دولتی باشم. دوشنبه رو میخوام دولتی باشم. تو کی فهمیدی که تو جمعه تعطیله؟ چرا داری کی به من زنگ میزنی؟ از اول میدونستی؟ تقویم داریم ما. میدونم من باز یه جوری شد که روز قبلش فهمیدم تعطیلی. آه نه باز یک دو هفته قبل میدونستم. بعد ایمان گفت تو کلن برنامه آره. نکنی. من تو چی فراد؟ تو هفته چطور بوده؟ تو هفته سختی داشتی. هفته سختی خیلی امایه بودی. Missing in action. نه آره حالا به چی اشاره داری نمیدونم، ولی یه تکس که بهم داده بودی دیر نه کلن احساس کردم خیلی سر چلوغ بودی هفته. بزنس ولی نه چیزی که بود تو میکروفون حرف بزن.
گوه کن یه هرچه بگندد نمکش میزنه، وای از اون روزی که بگندد نمک. نگنی ما درست دارم میگه گوشو میکنم یواشم کلان حرف. امروز هم نیزالیه، من نیستم نیزالی، از دماغ صحبت. دلیلش هم بهت گفتم. آره گفتی. آره فکر نکنم علمی باشه اون قضیه. انشالله که همه حرفای آقای کارون علمی. چون ورودی هوا از یه جایی بستش، خروجیش هم دوچار مشکل میشه، نیزالی میشید شما. هواتون میگم صداتون نیزالیه. عین علی نشه صلوات بفرمایید. یه اتفاق عجیب افتاد این هفته، یعنی یه چیزی اضافه شد به زندگی ما. آقا عجیب نیست که مبارکه. نه نه اون همچون خبری رو اینطوری نمیدم بهتون. فرض چه حسی داری؟ دراماتیک تر بهتون میگم اون خبر. عمو شدی بش بدی. ما یه بیده نصب کردیم. این بسیار میمون و مبارکه. با همین اسم یارو چی بود؟ نه خودمون خریدم از آمازون و نصب کردم. نه آخه یه یاروی بود قرار بود بیاد اینجا رو نصب کنه. اون قرار بود یه شلنگ نصب کنه. این بیده است. بیده بیده. کار بیده. ببین واقعا کیفیت زندگی رو تغییر داده. فکر کنم خیلی سوال دارم. شاید برای همینه که صدا عوض شده. آفرین. نیزالش. فشار زیاده. اونجا احتمالاً بسته شده. چون فشار آبش دمای آبش سرده. آره دیگه. همیشه سرده. نمیشه کاریش. چرا میشه گرمم باشه اگه آبی لوله آبی گرم باشه. لوله آبی نیست همیشه. آها البته. مگر که پدر من بیام براتون لوله آبی گرم هم میکشن. You know what to call. ببین لوله کشی Ghostbusters. لوله کشی میدونی اینجا ساعتی چنده هلوش؟ لوله کشی که چیز باشه، سد رد سیل داشته باشه، مجوز 160 دلار. حالا خیلی گرون گفتی. رد سیل 155-160. فکر کنم ایشون پس براون سیل داشتن مثلا این 90 دلار. خب چون این لوله ها لوله های چون میدین دیگه تعرفه داره، مکسیمومش 155-160. یه سری لوله ها نشی داشت و اینا. من زنگ زدم به یه شخص حرفه‌ای که بیان کار بکنن، همچین کوتی اومد دادن، یعنی همچین قیمتی گفتن که مثلا 2 ساعت هم مینیمم باید شارژ بکنیم و اینقدر. گفتم نه بابا دیگه یه چیز دیگه، یه باسنشوره دیگه، باسنشور خودش پول بدیم و اینا. یه خودمون دست به کار شدیم، یافته برقی دیگه. آره ولی خیلی خوبه، مخصوصا تو محیط کار. آها تو محیط کار. آره تو محیط کار. نه خب آقا پس من میگم بعد از اینجا یه سر بریم دونه دونه. من سوال هم اینه که شما یعنی اول میشین یه جا، بعد بلند میشین میشین یه جا دیگه؟ نه دیگه، نه نه ایناست که روی کاسترز نصب میشه. آها آخه یادته آره دوبه. نه اکواتون جدا داشت. آره یه دونه دوبه هم جداست. آره یعنی باید بلند شید. آره اونم برای من سوال بود همین شکل. من اونو اصلا نمیفهمم. میشه که دیگه چی میشه دیگه؟ نه نه اصلا نمیفهمم. حالا بستگی به شرایط مزاج شما داره. خیلی افتادیم تو رابیت هول بعدی. ولی خیلی بیده خوبه. خدا نجاتمون بده. خیلی خوبه. ان شاء الله ما خونه شلنگ داریم. چه جوری آبا اینجوری میپاشه یا؟ نه از من اولین باری که میخواستم تست کنم نشستم روی سینک، روی دستشوی سرشو برد دندون داره اولا اینو تابوندن برد تو دیوار مقابل قشنگ. یعنی همیشه با همین فشار؟ آره نه ولی خب چون شما شاید علایقتون عوض شده این فشار اینی که بده. آره خدا سه بیده خیلی کار بیده. ادیشن خوبی بوده. آره دیروز میخوای اپیزود شروع کن چون بیافتین تو اون رابیت ها دیگه در نمیاد. آره ما چی میخواستیم بگیم؟ راجب باسن آقای فرهادی سوال نکرده بودیم. نه باید بپرسم هفته این چجوری. یعنی من نمیخوام فشار میارم که اصلا بچه ها صحبت کنن از این ور اون ور وارد میشن که بچه ها ایزی بگن. این نمیشه والکارد الان فرهاد فرده نمیشه زیاد باش. آقا من اول یه تشکر بکنم همه عزیزانی که توی صفحات مجازی تبریک گفتن تولدو. من سعی کردم حالا
یه چند تایی رو جواب بدم. عذر میخوام که همه رو نمیشه جواب داد. دمه همه گیگرم. شمانی تولد مبارک باشه. قربونت برم. توضیح میدی که چند سالتون شد؟ با بذار بره تو اپیزود حالا اونا رو بذار هفته بعدی صحبت یعنی اپیزود بعدی صحبت کنیم. آره 30 دقیقه فقط داریم شروور در مورد بیده و استفراغ داریم صحبت میکنیم. آره راست میگی، توی اپیزود که استفراغ بود اینم بیده بود. قبل ضبط هم یه کاری شما انجام دادیم که بگم جانم بگم. خب بگو برو اپیزودتون بگی دیگه. این قسمت رو من میخوام به ایمان تقدیم کنم. محسنی شاید یه ذره دیر اومده باشه این اپیزود، برای حال چند هفته گذشته خوب بود، یه ذره دیر اومد. الان دیگه تو خوب شدی متاسفانه، ما دیگه این اپیزود مربوطه به شما نمیشه. دیر بیا. آره یه ذره اول از خودمون بگیم. خب دوست دارم که راجع به این صحبت کنیم که هر کدوم از ماها چه بخشی از مثلا زمانمون رو ممکنه به گذشته فکر کنیم، حسرت بخوریم همونجوری که ایمان گفت، یا اصلا نگران آینده باشیم. من حالا تا شما فکر میکنید، چون قبلش بهاتون هماهنگ نکردم، یه ذره از خودم میگم. من خودم آدمی ام که گذشته رو خیلی حساسیتشو نمیخورم. گذشته نزدیکو چرا؟ مثلا یه اتفاقی اگه چون دیروز افتاده باشه، هفته پیش گذشته هفته گذشته افتاده باشه چرا؟ به خاطر اینکه اون نزدیک آدم احساساتش تازه است، هنوز احساس تهنشین نشده، ممکنه مثلا فکر کنی اذیت چی، بهت فشار بیاد، حسرت بخوری یا هر چیزی. ولی اون که فاصله میگیره دیگه، دور میشه، مثلا میره رو چند سال گذشته، دیگه کاملا با اونا اوکیه، مثلا نه حسرتی میخورم نه چیزی. بعد اونم حس میکنم دلیلش اینه که حالا از شرایطی که دارم راضیم، نه اینکه حالا همیشه خوشحال و خندون باشم. آره نه اینکه خوشحال و خندون باشم، که اصلا فکر نمی کنم هدف زندگی باید این باشه که آدم خوشحال باشه. آدم نیاز به غم داره، نیاز به تنهایی داره، همه اینا لازمن. ولی خیلی حسرت چیزای دور رو نمیخورم. ولی از اون ور به آینده که میرسه، اون ذات هوموسیپین ما که کنجکاو و نگران آینده است در مقایسه با نئاندرتالا، اون میزنه بیرون. خب مثلا هر کاری که بخوام جدید انجام بدم، همیشه به این فکر میکنم که این بلند مدت میتونم همچنان انجامش بدم یا نه. مثلا ایمان یه زمانی ماراتون میدوید، این فرزادو با خودش، فرزادو کشون با خودش توی اون چاه. فرزادم شروع کرد ماراتونه. چاه سیاه داره. آره من فرزاد نرفتیم. من فکر این بود که اصلا فرض کنید من تمرین بکنم، مثلا نصف ماراتونم توی اون بازه بدوم، چون 10 سال آینده نمیتونم این کارو بکنم، من اصلا وارد این قضیه نمیشم. یا مثلا این درد پا و کمر و اینا، من الان نگران الانم که اصلا نیستم، که الان که آدم جوونه همش نگرانم مثلا پیر شم، این با این حفره‌ای که توی پای ماه چی میشه، این بدنه قراره اون موقع چه جوری واکنش نشون بده. به آینده که میرسه خیلی تو فکر میرم و اینا، ولی گذشته رو به نسبت گذشته دور مخصوصا خیلی باهاش راحت ترم. حالا اگه تو این بازه دیما که اصلا رفت تو فکر، دارم فکر میکنم رفت به 11 سالگیش رسید. آره با اینو گفتی، دیروز داشتم چیز گوش میدادم، پادکست تریور نوا، یه جدیدا یه شوخی هایی با تراپیست ها میکنه، خیلی باحاله. داشت راجب این صحبت میکرد، نه حالا ورزش ها اگه دنبال کنی، چند هفته اخیر این ورزشگاه را با یه سری از تماشاگر بد برخورد کردم، مثلا کریستیانو رونالدو زد موبایلی یکی رو پرت کرد، بسکتبال یارو این ماوت گاردش رو زد خورد تو سر یکی و اینا. آره بعد از اون وقت آدم ها هم با اینا بد برخورد میکنن، یه وقتی مثلا فوش و اینا میدن، اینا قاطی میکنن. بعد تریور نوا داشت میگفتش که یه شوخی کرد، میگفت مثلا یارو به لبران جیمز یه چیزی میگه، بعد بری اینو مثلا نگاه کنی، این بچگیش با باباش رابطه بدی داشته، بعد لبران جیمز شبیه بابای بوده، این حس بدی نسبت به لبران جیمز میگه، برای همین تو ورزشگاه شروع میکنه به این دری بری کن. اینا رو یه جوری خیلی خوشگلی به هم وصل کرد، خیلی باحال بود. چند وقت افتاده رو دور این شوخیه، همه چی رو وصل میکنه به بچگی و اینا، میگه شما یه حس بدی تو بچگی داشتی، الان برای همین یکی وسط اینجوری شده، یادآوری میکنه. آره این از من. حالا اگه هر کی آماده است بگید که چه بخشی رو نگران گذشته ای، چه بخشی به آینده فکر میکنی. خبری؟ من خیلی فکر کنم شبیه تو باشم. اتفاقات گذشته به خصوص دور زیاد بهشون فکر نمی کنم، یا اگه فکر کنم زیاد
احساس پشیمونی هم برام مثلا پیش میاد ولی خیلی نیست. گذشته نزدیک چرا ناراحتم میکنه؟ به همون دلایلی که گفتی. و خیلی تو آینده اون احساس نگرانی و ناامنی و مثلا چی میشه آینده، این کارو مثلا این کارهایی که دارم میکنم درسته نیست؟ آره چون بیشون بچه بودن بهشون احساس امنیت نمیدادی تو خانواده، فرزاد اذیت میکنی. خب برای همه خیلی خودم شبیه داستان تو میدونم دیگه. ایمان فرهاد بگی دریز بیرون اینجا میخوایم. من خیلی کمتر فکر کنم نگران آیندم و بیشتر حسرت گذشته دور و نزدیک. آینده رو اینطوری هم که خب بریم ببینیم چی میشه دیگه. از اون هم مثلا ریسک پذیریم برای آینده مثلا معمولا بیشتر، نه شاید هم بیشتر برای چیزای مالیه، یعنی نگران چیزای مالی رو هیچ وقت نیستم. تو اینکه قصه چیزای مالی آره، یعنی مثلا میدونم که میتونم هندلش کنم، حالا نشد فوقش اینه که چه میدونم میری سه تا کار میگیری دیگه. ولی گذشته رو چیزه کار کردن. ولی گذشته رو خیلی اذیت میکنه دیگه، اصلا دور و نزدیک هم نداره، یعنی میتونه 10 سالگی باشه میتونه 2 ساعت پیش باشه. این اپیزود مخصوص خودت. منم آخرین باری که گریه کردی کی بوده؟ یه هفته پیش. چه سری کو این دیگه گذشت. این این ممه رو لولو برد تو خودکست، انقدر راحت در مورد چیز صحبت میکنیم که دیگه تمام شد. بالنربل میشه اوایلش. آره اوایلش بچه ها صفر بودن دیگه، میشینن اینجا شل کردن اومدن بچه ها اومدن گریه کنن. سینه میزنیم اینجا. نه این داره در مورد استفراغ صحبت میکنه از درون آشوب کاردی همون تو. من مثلا تا یک سال پیش خیلی به گذشته فکر میکردم و گذشته خودم و عجیب غریب نقد میکردم، با خودم به قولی نامهربون بودم و اینا. بعد خب شرایطم شرایط سختی بود، ملتهبی بود. ولی الان نه تقریبا خیلی دیگه به گذشته فکر میکنم، میذارم اونقدر اذیتم بکنه اینا. نه خیلی نگران آینده. چجوری به اینجا رسیدی؟ خب شرایط زندگی و کاری و رابطه ای و اینا همه یه تغییراتی کرد که حالا مجموعه شده این حسی که الان دارم. هر کدوم جزئیات مختلفی داره، ولی آینده هرم همونطور که ایمان گفت بهش مثلا امید اینطوری نگاه میکنم که داره مثلا امیدوارم اینا بریم ببینیم چی میشه. حالا خیلی نگرانش نیستم که حالا فلان کار که میکنم پایداره، میتونم انجام بدم، پس ذهنم هست، ولی نه اینکه خیلی تایم فکرمو ببره و چیز بکنه، فکرم بخواد بهش، فکرم بخوام بهش مشغول بکنم. بیشتر سعی دارم که در حال در لحظه زندگی یه زی بگم. حالا نمیم برای من احتمالا اینجوری، حالا شاید هر کسی دلیل خوش داشته باشه، ولی من احساس میکنم با خیلی از اتفاقات تو زندگیم بهمون یاد ندادن که کلوجر داشته باشیم. اینجا توی چیز، اینجا توی حالا توی حالا فرهنگ غربی ها یه چیزی وجود داره به نام کلوجر. اینی که تو به عنوان یه انسان یه اتفاقی برات میفته، چون یه دوستی داری، یه رابطه کاریه، یه مثلا مشکلی هست، تو با اون یه در واقع به یه اتمامی میرسی و تموم میشه باش، به یه صلحی میرسی میشه. آره. ولی حالا توی شخص من اینطوری بوده که تقریبا کلوجر توی هیچ چیزی وجود نداشته، همیشه به خاطر اینکه کلوجر درگیری داره دیگه، یعنی تو به خاطری که به اون صلح برسی، به اون آرامش برسی، باید یه قضیه طوفانی در رد بشی. ولی خب احتمالاً توی بچگی ما هیچ وقت به همون یاد ندادن که بخوایم به این طوفان وارد بشیم. توی خیلی از موارد اینطوری بوده که این نیز بگذرد، خاکش میکردن دیگه، مثلا یه مشکلی هست خاک میریختن روش، میگفتن خب احتمالاً دیگه به امید خدا گندش نمیزنه بالا، و
ولی خب اگرم که ایمیدیتلی همون لحظه اتفاق نیفته توی چند سال آینده احتمالاً میاد چه کارت میکنه دیگه. آفرین، این چیزی که تو میگی رو اینجوری تشبیه میکنم، میگن فرض کنید یه کوله ای پشت شما باشه، فکر کنم یه بار حرفش زدیم، بعد هر کدوم این اتفاقایی که میفته به موقع بهش نمیپردازید، یه باری رو میذاره تو اون کوله، بعد هر چی جلوتر برید اگه به موقع به اونا نپرداخته باشید اون کوله انقدر سنگین میشه که دیگه نمیتونی راه بری، میندازدت زمین. حالا برای من اینطوریه، ولی خب آره کلوجر خیلی مهمه. یعنی من الان دارم فکر کنم این گیم اون گفت مثلا یک سال پیش اینا تایم کلوجر بود، دهن آدم سرویس میشه. ببین چیز دیگه جنگه، یعنی تو باید اول که باید بخوای که بجنگی و بعد بتونی که بجنگی و بعدم این که باید بتونی از پس خودت هم بر بیای. یعنی بعضی موقع اینطوریه که خب من اصلا آدم جنگی نیستم، مثلا دوست دارم که از کانفلیکت هم فراری هم، هیچ وقت هم درمونی صحبت نکردم، پس اون جایی که مثلا حق منه من حقمو نمیگیرم توی اون، حالا هر جور رابطه بیزنسی ریلیشنشیپی هر چیزی که هست. بعد خب همینطوری که تمام نمیشه که، تو از اون موضوع ناراحت میای بیرون، بعد ناراحتیه رو نمیتونی حرفشو بزنی و اون ناراحتیه رو ریفلکت میکنی به خودت، یه استادیوم فروش میدی به لبران، یا نه یا میریزیش تو خودت، میگم خودتو سرزنش میکنی و این خب بعد از یه مدت میشه کرونیک دیگه، یعنی هر اتفاقی میفته دیگه شروع میکنی خودتو سرزنش کردن. خیلی قشنگ شما اینجوری بخونید، من چی نوشتم؟ اصلا خیلی خطت بد. مکالمه با بچه ها، بچه ها سپرم گفت یک بار تمام خطه تو گفت خیلی سپر گفت؟ بله نه خیلی گفت خط ایمان خیلی بهتر از خط، حالا من از خط افتضاح خودم خط خودم نتونم بخورم. بگو ببخشید ما خیلی هایجک کردیم. نه اصلا همین بود، اینجا من یه بخش به شما اختصاص داده بودم مکالمه با بچه ها، دورشو کشیده برزاد با یه رندی خاصی از زیر قضیه در رفت، ولی شما دو تا قشنگ با تناب بنده افتادی تو چاه و برگشت به بچگیاتون، همه چی برمیگرده به بچگی آدم. بعدم بریم بگیم مهراد هیدن گوش ندید. ببین کی گفت تو آهنگ اوبی اوبی اینو گفته بود هرگش گفت حالا بفهم کادو پیچی. من چون 30 سالم شده و رسماً دیگه انسان پیر و فرتوتی محسوب میشم، خواستم که امروز بیام نفر یه چوب به شما بدم، بگم سعی کنید اینو بشکنید، بعد که نشد با هم بشکنید. نه میشه تکیه بعد اینا رو چوبار زیاد کنید و نصیحتتون کنم، برنامه اینه همه شو میشکنم. فکر کردم 35 گفتی سن چیز. نه دیگه بعد 30 بستگی به آدم ها داره، بستگی به آدم. حالا شاید اپیزود بعدی رو چوب صحبت. آره توی اون دورانی که ما شنونده ها ازش به عنوان غیبت کبرا یاد میکنه ما بودیم، من ایمان آن و آف مشکل روحی روانی داشتیم، یا این بود یا من بودم یا همزمان بود اینا. بعد من یادم اون موقع رفتم یه دوران سختی بود برای شخص من، رفتم کجا؟ کورا. یه مطلبی داشتم میخوندم، یه تیکش خیلی جالب بود، نظر منو جلب کرد. نمیشه بود که شما هر اتفاقی که براتون بیفته مستقل از اینکه حجم اتفاق چقدر بده و چقدر سختی بهتون وارد میشه، جون سالم به در میبرید. خب خیلی برای من جمله جالب بود و آدم هم وقتی حالا تو شرایط سختی ایمان شاید نه نسیسرلی بگه نه الزامن اینطوری نیست، دوباره بگم شاید قانع شدی. خب اگه هنوز جون سالم به در نبردی یعنی هنوز تمام نشده، وقتی کامل تمام بشه دیگه جون سالم به در میبره. حالا بگو منظورم بهت میگم، و اگر هم نبرده باشی اصلا اونجا نیستی که راجبش بکنی دیگه، جون سالم به در نبرد. این موضوع جالبیه. خب ما اگه نگاه کنیم، ما از 100% سختی های گذشتمون عبور کردیم. این جمله رو میخواستم بگم، ایمان شاید همزادپنداری بیشتری با رزونیت بکنه، به خاطر اینکه وقتی که توی اون شرایط سخت هستید ممکنه فکر کنید که دیگه اصلا از این که دیگه نمیشه رد شد، یعنی این که دیگه قابل حل شدن نیست. خب ولی اگه به گذشتمون نگاه کنیم میبینیم که ما از 100% سختی های گذشتمون عبور کردیم که الان اینجاییم. اگه نکرده بودیم الان اینجا نبودیم دیگه، عبور کردیم. خب لزوماً هم بهترین تصمیم رو نگرفتیم تو گذشته، اصلا هم قرار نبوده بگیریم. خب این یه تفکر بسیار غلطه که فکر میکنم توی ذهن ماها همیشه وجود داشته که نه ما باید همیشه بهترین تصمیم رو بگیریم. نه اصلا همچین داستانی نیست.
ما تصمیمات مختلفی میگیریم، ممکنه یه سریش خوب باشه یه سریش بد باشه، داستانی که باید درس بگیریم، رشد کنیم از اون تصمیماتی که شاید خیلی خوب نبوده باشن. و قضیه اینه که آدم تو راحتی که رشد نمیکنه، آدم تو سختی رشد میکنه دیگه. سختی به معنی نیست که بری خودت زجر بدی، مثلا شکنجه بدی، نه، سختی یعنی اینکه حالا تبلیغاتی که میشه از کامفورت زون خودت بیای بیرون، یا بالاخره تو شرایطی که هستی سعی کنی که به درستی بهش بپردازی، ولی اون سختی رو تحمل کنی، یعنی ازش فرار نکنی، دوری نکنی، اون باعث رشد آدم میشه. و داستان اینه که خب اگه ما از 100% سختی گذشته عبور کردیم و 90% چیزایی که ما در آینده ازشون نگرانی داریم اصلا قرار نیست اتفاق بیفتن، چون ذهن خلاق ما به آینده که نگاه میکنه که نمیگه به به مثلا فردا قراره هوا آفتابی باشه و خیلی دمای خوب و منم که کاری ندارم قراره لذت ببرم، ما ذهنمون که به آینده فکر میکنه به این فکر میکنه نکنه مثلا یهو تگرگ بشه، نکنه یهو ماشینم خراب بشه، میدونید آدم همش نگرانه. حالا داستان چیه که ما از 100% اتفاقات سخت گذشته عبور کردیم، 90% نگرانی آینده هم قرار نیست اتفاق بیفته، پس چرا ما اینقدر دغدغه‌شو داریم؟ یه دلیلش به نظر من اینه که فرهاد بهش اشاره کرد، اینه که ما با خودمون مهربان نیستیم. خب ما همیشه از خودمون انتظار داریم که، واقعیت اینم نمیدونم از کجا میاد، ولی انتظار داریم که خیلی خوب و کامل باشیم. خب کامل بودن رو، این خوب و کامل بودن رو در واقع این ترجمه میکنیم که اصلا اشتباه نکرده باشیم و در هر لحظه همه تصمیماتمون درست بوده. یک مقدارش من حدس میزنم از این فرهنگ ما میاد که توی بچگی شاید، ببین حالا تو فرهنگ ما بزرگتر، حالا اصلا فرهنگ شرقی ها، بزرگتر ها خیلی درگیر زندگی ما ها هن، هی میخوان تو رو نصیحت کنن، هی میخوان بهت بگن که راه درست چیه، راه غلط چیه، میدونید، در صورتی که این وریا کمتر اینجوری هن، میذارن بچه کارشو بکنه، چیزای مختلف رو تست کنه، اشتباه بکنه، زمین بخوره، هیچ اشکالی نداره. میگم اون چیزی که من خیلی رو من تاثیر گذاشت این بود، یه پدری با بچه کوچیکش ایداش میره تو برف و اینا، هم به بچه گفت یواش بدو یواش بدو، بچه رفت خورد زمین. حالا مثلا چون همون چیزی که ما از خانواده ایرانی دیدیم باشیم، یا دعوا میکنه و مثلا طول چند بار بابای رفت نشست رو زمین، دست به بچهش نزد، گفت هیچ چی نشده، پاشو. بچه نگریه کرد، بعدم خورده بود زمین، من بودم هم خواستم بغلش کنم، دست بهش داد، گفت پاشو چیزی نشده، پاشو دوید دوباره. خب نیومد سرزنشش کنه که چرا من بهت گفتم گوش ندادی، من که بهت گفته دیدی. من حدس میزنم این یه بخشی از در واقع باور غلط ما که فکر میکنیم باید همیشه تصمیم درست رو بگیریم، از این میاد یه صدای منفی همیشه تو ذهن ما هست که اینطوریه که خب این درسته، اینه، من اگه پس دارم یه تصمیم میگیرم که از اون درستی که برای من تعریف شده فاصله داره، یعنی من آدم بدی ام و اصلا من مستحق اینم که برم جلوتر فیل کنم. خب در صورتی که داستانی که اتفاقا کامل، یعنی این که تو درست و غلط رو همزمان تو خودت داشته باشی، خوب و بد و خوب و زشت رو همزمان توی خودت داشته باشی و اینا رو تصدیق کنی، بپذیری که همه اینا با هم هست، این یعنی کامل. کامل اون نیستش که ما همیشه در واقع بهترین باشیم، قرار نیست اینجوری باشه. این مهربون نبودن با خودمون باعث میشه یه عالمه حالا استراب و نگرانی و اینا ممکنه توی آدم ها ایجاد بشه. بعد از اونورم حالا توی جوامعی هستیم که از این بیقراری مداوم ما دارن سود میبرن دیگه. یعنی همیشه یه نگرانی برای شما ایجاد میکنه که تو بری تبدیل بشی به آدمی که واقعا نیستی. چه میدونم مثلا میری فرم دماغتو باید عوض کنی، نمیدونم چشتو چیکار کنی، عمل زیبایی گوشاتونو خری کنید، باسنتونو مثلا پروسه، آره نمیدونم تیرگیه، نمیدونم چی رو رفع کنی. جکپات. آره این جوامع الان هم از این بیقراری مداوم ما استفاده میکنن دیگه، اصلا سود میبرن از این داستان. بعضی وقتا هم نگاه کنید خب خیلی چیزهای دیگه هم تبلیغ میشه که برای اینکه شما استراب و نگرانیتون رو از خودتون دور کنید، مثلا چونم بری مدیتیشن انجام بدی، یوگا انجام بدی، نه اینکه اینا چیزهای بدی باشه، خب ولی اینا تو بهترین حالت به عنوان مسکن عمل میکنه، اینا درمان نیستش. تو نمیدونم چای فلان بخوری مشکلت که حل نمیشه، حالا ممکنه شب رو راحت بخوای، ولی مشکلتو باید جور دیگه ای حل کنی.
من حدسم اینه که در واقع باورم اینه که این از اونجا میاد که ما با خودمون مهربون نیستیم و همیشه یه صدای منفی ممکنه تو ذهن ما باشه که هی سرزنش کنه ما رو که اون موقع اون تصمیم رو نگرفت، من بهت گفته بودم. من اینو میبینم و این رفتار رو من توی خیلی از بزرگترای حالا ایرانی میبینم، چون با خارجی که اونقدر در ارتباط نیستیم، چون تو محیط کار که یارو نمیاد راجع به این موضوع با ما صحبت کنه. اینو میبینم که من بهش گفته بودم، من از همون اول گفتم. حالا همه نوستراداموس شدن، اون یه نفر نتونست آینده رو، شما همتون از اول همه چی رو میرسید. این چیزی یه آی تول جوسو کالچر عجیبی وجود داره توی آی تول جوسو. آها آره آره، که اینطوری که من بهت گفته بودم، حالا اگرم اون کار میکردید از چیز میشد، این بود که نه مثلا اون کار میکردید نجاش خوبم نمیشد، طرف نمیاد بگه آره من اشتباه کردم، که میگه حتما راه درست نرفتی، حتما نشده دیگه. ببین من همیشه میگم شما اگه به 100% حرفای یه نفر گوش بدی، ته تهش میشه اون یه نفر. واقعا اون یه نفر ها جوکشو شنیدی؟ نه بگو. بگم جوکشو؟ آره بگو. روی یه خونده خیلی موفقی بوده و خیلی همه بهش احترام میذاشتن و اینا، از بچهش میپرسه که بزرگشی میخوای چیکاره بشی؟ چه میگه که من میخوام بزرگ شم، میخوام بشم مثل شما. میزنه تو سر پسرش، بزنه که چرا میزنی، چی شده اینا. میگه منی که میبینی میخواستم بشم امام جعفر صادق، تو اگه میخوایی من بشی که هیچی نمیشی. این همونه، حالا فوق فوقش بخوایی بشی. زدن تو سر گفت من یه چوکی دیگه یادم آمد و نمیشه گفت، ولی فقط خواست بگه که یادش اومد. خیلی نامرتبط به مدر، خیلی چوکی قشنگه. خب بگو حالا، بیاید بین اپیزود بگید ما دیگه، بگیم دیگه. حالا خیلی دپ شد، بذار ذره جواب عوض کنیم. میگن که دپ نشد اتفاقا به نظر من، پدر با پسرش رفته بوده، کمترین دپ اپیزود هاست. بگو. پدر با پسرش رفته بوده بر پسر کلاه بخرن، بعد اینا هر کلاهی رو که میذاشتن رو سر این پسر کوچیک بوده، امتحان میکنه این کلاه کوچیک. بعد دیگه آخرین کلاه مثلا دیگه بزرگترین هم تست میکنن و این کلاه کوچیک بوده دیگه، بابا شعر میزنه تو سر پسره. بعد فروشنده میگه برای چی زدی بچه، گناه داره اینا، استراب دارید همتون حس میکنن. صد درصد. بعد پدره میگه که میلاد جون خود میدید به تولد بچه. پدره میگه که آره این پدر سوخته از وقتی به دنیا اومده حسرت یه چیز تنگو به دل ما گذاشته. میلاد جون پاکش کن یه بوق مناسبی روش بذار. نگفت نه بابا، هر حال وای سر بزرگی داشت، این گفتی زد سرش. درسته، یه ذره استراحت کنیم تا بریم صفحه دوم. یه سر بزرگی داشته. داشتیم یه چیزی گفتی، میخواستم یه چیزی بگم بعد دیگه یه چیزی گفتم، یه جوک گفتی، یه چیزی شد. یوگا مدیتیشن. نه نه، برو برو اس اوکی، برو برو. جوامعی که از بیقراری ما سود میبرن، نصیحت بزرگ. آره بعد حالا توی این حالات راهکار چیه؟ اینه که ما اهرم فشار رو از روی خودمون برداریم، با خود مهربان باشیم. این فرهنگ مهرورزی که فرهاد جان بهش همیشه اشاره دارن داستان اینه. حالا بیایم فرض کنیم یه آدمی بوده که ایشون از دست خانواده سختگیری که داشته فرار میکنه، میره کوههای آلپ سوئیس، چون که تنها زندگی کردن کار خودش رو میکنه. بعد ایشون آدم دانشگاهی بوده، از دانشگاه میبره اصلا میره اونجا بر خودش شروع میکنه نوشتن. تا وقتی هم بوده کتاباش خوب فروش نمیره، اصلا کسی فیلسوف بوده ولی کسی ایده‌هاش رو خوب در واقع درک نمیکنه. بعد فرض کنید دنبال یه پارتنری هم بوده که هم میخواسته باشه رابطه عاطفی داشته باشه، هم اینتلیکچوال، همه خانوما هم اینو رد میکردن، توتال فیلیر، کلا حسرت تو زندگیش زیاد بوده. این آدم کی بوده؟ فیلسوف آلمانی فریدریش نیچه. فرهاد خیلی دوستش داره که اگه هیچی هم ازش نبودیم، این جمله شما بارها تو همین پادکست ازش استفاده کردم که اگه چرایی چیزو بدونیم، آره اگه چراییشو بدونیم، ما اگه چیستی یه پدیده رو بدونیم با هر چگونگی کنار میایم. یعنی شما اگه دلیل به حد کافی داشته باشید برای انجام کاری، اون کار هر چقدر هم سخت باشه میری انجامش میدی، که این کاربردهای زیادی داره. از آدما توی اون شکنجهگاه‌های اردوگاه‌های آشویتز از این استفاده کردن تا ما خودمون وستش کردیم بدونم به دوران کنکور و مهاجرت و فلان و اینا. اگه دلیل به حد کافی داشته باشون انجام میدین. آقای نیچه گفته، خیلی جمله جالبیه،
ایشون فرمول سرافرازی انسان رو تعریف کردن. چیه اون فرمول؟ آمور فاتی. خب چرا میخندید؟ تا این کلمه رو میگی صداش یکی دیگه از میگم یکی دیگه اینجاست. نه یه بار دیگه بگو. فاتی که گفتن من یاده. این یه اصطلاح لاتینه، آمور فاتی، یعنی این که love of fate، یعنی شما سرنوشت خودتون رو دوست داشته باشید، نه اینکه فقط باش کنار بیایید، دوست داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن هر چی که تو گذشته اتفاق افتاده، چه خوب بوده چه بد بوده، چه اشتباه بوده چه درست بوده. حسرت هیچ چی رو هم نخوری. میگه که فرمول من برای سرافرازی بشریت، حالا اینو من ترجمهش کردم از روی ترجمه انگلیسیش، دو سری ترجمه شده، ببین چی ازش مونده. میگه فرمول من برای سرافرازی بشریت آمور فاتی، که کسی هرگز نخواد هیچ چیزی متفاوت باشه، نه اینکه فقط تحمل کنید ضروریات رو، که اونها رو دوست داشته باشید، که ضروریات اینجا بدی و رنج و سختی منظورشه. میگه نه اینکه فقط تحملش کنی، که دوست داشته باشی، یعنی تمام اتفاقات بعدی که تو گذشته برات افتاده، سختی ها، اشتباهاتی که کردی، نه که کنار اومده باشی باش، اونها رو دوست داشته باشی، واقعا بدونی اونا بخشی از زندگی تو هستن، بخشی از در واقع اون کسی هستن که شما الان هستید. یه جای دیگه میگه که میگه من میخواهم بیشتر و بیشتر بیاموزم تا زیبایی که در چیزها الزامی هست رو ببینم، در اون صورتی که میتونم کسی باشم که چیزها رو زیبا کنم. آمور فاتی، بگذار از این پس اون عشق من باشه. خب نمیخوام به جنگ زشتی ها بروم، نمیخوام متهم کنم، حتی نمیخوام آنان که متهم میکنند را هم متهم کنم. روی برگرداندن تنها پاسخ منفی من خواهد بود. در نهایت امیدوارم روزی، حالا دیگه اینجاش فارسی نشد، یه سیر بشوم. یه سیر یعنی این که منظورش این نیستش که هر کی هر چیز رو سیر آره. یعنی که بله گوینده آره، منظورش اینه حالا هر کی هر چی گفتو بگه آره، منظورش اینه که دقیقا همون اتفاقات ناگوار گذشته که براش افتاده رو بهش نگاه کنه و اونا رو دوست داشته باشه، پذیرفته باشه و اونا رو دوست داشته باشه. این فرمول آقای نیچه برای سرافرازی بشریته. ببین نمیدونم واقعا چقدر، احساس کنم خیلی کلیه حالا این فرموله، و اینکه باید از یه سطحی از سلامت بگذری تا به اونجا برسی، یعنی بعد از این که از اون اتفاقات قبلت گذشتی و باشون کلوجر داشتی و ازشون رد شدی و اون حالا خشم و ناراحتی که بوده رو بهش پرداختی، شاید بتونی این کارو بکنی، ولی اینطوری که بخوای ازش رو برگردونی واقعا به نظر من شاید زیاد کار منطقی نباشه. نمیگه رو برگردونید، اتفاقا میگه که اونا رو بپذیرید دیگه، دوست داشته باشید. و اینم یه فراینده، حالا یه شبه نیستش که تو مثلا اوکی فرمول اینه ما نه، یعنی همین رو میخوام بگم، یعنی باید واقعا بهش پرداخته بشه. یعنی آدما، کسایی که میشنون، شاید خیلی ساده داره گفته میشه، ولی یه پروسه مثلا شاید واقعا چند ماه هست، شاید یک سال است که تو با اتفاقایی که در گذشته داشتی بتونی واقعا کنار بیای. آره دیگه، این خود آقای فیلسوف، آقای نیچه، این میگم زندگیش کلی حسرت داشته توش، یعنی پا شده تنها اونجا زندگی کرده، نه زندگی عاطفیش موفق نبوده، با خانوادهش موفق نبوده، بعد از سالها رنج و حسرت و اینا گفته بگذار عشق من از این پس این باشه. خیلی جالبه، خیلی دید جالبیه، یعنی دقیقا این دید به نظر من میتونه اون صداهای منفی که توی ذهن همه ماها هست رو یه مقدار کم کنه، و چون اون صداها که کم بشن تازه ما شروع میکنیم از زندگی لذت بردن، تازه خلاقیت ما میاد بیرون، تازه میتونیم از پتانسیل واقعی خودمون استفاده ببریم. تا وقتی که اون صداهای منفی تو ذهن ما، شما دست به هر کاری بخوای بزنی، اول شک و تردید اضافه ای نسبت به اون، حس بد دارید، چون حس میکنید خب من که همیشه مثلا تصمیم بعد، یه صدای منفی هست، مثلا یه تالات روانشناسا میگن یه والدی هست که از شما داره ایراد میگیره که مثلا تو قدیم فلان جا فلان اشتباه کردی، تو هر زمینه ای، چه میدونم اگه درس داری میخونی میگه نه اونجا کمکاری کردی پس الان موفق نمیشی، اگه کار داری میکنی یه مدل، رابطه داری، هم هر چی. آره. ولی آمور فاتی،
شما اگه گذشته خودتون رو دوست داشتید. فاتیشو خیلی عجیب رفت. لاتینا اینجوری میگن. میدونم. من تمرین کردم. ایشون خودشون لاتین. نه من تمرین کردم. میدونم. تلفظ نه لاتین. میدونم برای ایرانی ها. اسم این اپیزود میدونی چیه دیگه؟ فاتی. نه آمور. آمور فاتی. فاتی رو دوست بدم. داشتی میگفتی که صدایی که تو زندمونه میگفتی قدیمی آره آره تازه اون موقع ما میتونیم واقعا درست شروع کنیم به زندگی کردن چون بالاخره هرچی بوده دیگه بوده چیکارش میخوای بکنی هی بشینی حسرتشو بخوری اون کارایی نداره ولی بپذیری که کامل بودن شما معنیش نیستش که شما همیشه درست تصمیم گرفته باشی وجود نداره همچین آدمی همچین شرایطی وجود نداره کامل بودن شما یعنی اینکه درست و غلط خودت رو دوست داشته باشی من که اینا رو این حرف دارم میزنم فکر نکنید مثلا مستر کردم این اسکیلو نه من خودم مثلا یه ماه شاید این مفهوم رو بهش برخوردم ولی خیلی جالبه اون موقعی که دارید خودتون رو سرزنش میکنید یا حتی بقیه شما رو سرزنش میکنه به این قضیه فکر کنید اگه بقیه دارن سرزنشتون میکنن که بهشون گوش زد کنید که نه دیگه تو بهترین حالت من میشدم تو تا. که تو اگه خوب بودی که اصلا منو سرزنش نمیکردی چون انسان خوب کسی رو سرزنش نمیکنه اگر خودتون دارید خودتون رو سرزنش میکنید که دارید اون پتانسیل واقعی خودتون رو از خودتون دور میکنید اون خلاقیت رو از خودتون بگید خلاقیت که از زندگی آدم بره خیلی بده من قفل میشیم یه حالا پیشنهادی که کلا میکنم اینه که ایزی که یاد گرفتم اینه که هیچ چیزی به خودی خود حل نمیشه اول و فرار کردن از مسائلم باز به جایی نمیست یعنی تو سن 30 الان من نشستم دارم به مسائل مثلا خیلی قدیم دارم میپردازم و اینی که ازش نمیتونی فرار کنی دیگه یه جایی به هر حال میندازه گلوتو میگیره و اون موقع است که باید و هرچی هم بیشتر بگذره حالا به نظر من سخت‌تر میشه یعنی شاید اگه مثلا یه سری مسائل رو همون موقعش پرداخته میشد اول احساسات خیلی واضح‌تر بود خیلی پررنگ‌تر بود اون موقع دانشی که نسبت به اون وقایع داشتی بیشتره چون که شاید ذهن من یه سری چیزها رو شروع کنه به ساختن نسبت به قدیم که فشار بیشتری هم روت میذاره به همه پیشنهاد میکنم که بهش بپردازین من 30 سال ازش فرار کردم ولی خب الان دیگه داری بهش الان نه به این نجا رسیدم که هیچ وقت نمیتونی ازش فرار کنی یعنی اون موقع که هستی میگه ولش کن دیگه مثلا آدم میگه یادش میره چه میدونم بیخیالش میشه ولی چیزه ما این وسط یه سری ضرب مسئله غلط داریم حالا شاید یه روزی من مثلا یه اپیزود راجبش رفتم یکیش همین داستانی که امام میگه مثلا ما همیشه میگن این نیز بگذرد مثلا توی سختی که هستی ملت میان مثلا اینو میگن و میرن تطور میکنه مثلا نه نمیگذره تو باید بهش بپردازی برای که بتون تا تطور کنه ممکنه یادت بره ولی این بالاخره یه جای شما رو میزنه زمین اون کولهه یه روزی سنگین میشه شما رو میزنه زمین یه ضرب مسئله دیگه میگم اون چیزی که نکشتت قوی ترت میکنه اونم نیست من اول کاری که داشتی میگفتی میخواستم اینو بگم آره به قوی ترت میکنه اگه درست بهش بپردازی ممکنه ضعیف یه ایف همه این ضرب‌المثل‌ها یه ایف خیلی بزرگ داره که نمیگن آره که هیچ وقت بهت نمیگن آره زخمیت ممکنه بکنه اگه درست بهش نپردازی سیلز پیچه احساس میکنم بیشتر یعنی اینا این آره اینطوری که تو میخوان به تو زندگی رو بفروشن اینطوری که اونقدر بد نیست و میگذره نگران نباش و این نیست که میگذره برو مثلا بی خیالشو میگذره و بهش بپردازی و بجنگی بعد پاره بشه تا راحت از آره و اصلا معنیش هم تو همون قضیه است اگه قرار باشه همه چی خوب و خوش باشی که خب حال نمیده که میگم مثلا مثل اینکه یه بازی تو بری انجام بدی حالا اونقدر بد نیست یعنی اگر مثلا بیفتی توی خیلی خوشی زیاد و درست باشه یعنی میگم چی میگم یعنی مسکن نباشه و واقعا خوش باشه خب باحاله نمیدونم اون توی رویات میتونه باشه مثل اینه که تو بری یه بازی رو انجام بدی خب یه لول خیلی آسون بازی کنی حال میده بهت نمیده دیگه باید چلنج باشه چلنج هم نباید خیلی زیاد باشه مثالش قدیم زدیم مثلا بری با لبران جیمز نباید بری بسکت بازی کنی دیگه چون میدونی باختی هر چقدر هم تلاش کنی باختی از اون برام خیلی هم آسون نباید باشه میدونی باید در واقع یه تعادلی باشه رو به بعضی حال میده دیگه رو همون لول پایین بازی کردن بردن هی بردنه یعنی شاید رو تئوری درست نباشه ولی هستن آره آدم بعضی ها واقعا میگم ما بعضی موقع چی میگن که
سمپل سایز وان، تو داری نسبت به علایق خودت به یه چیزی برخورد میکنی. شاید نفر باشه نه میگه آقا من حال میکنم، این آسونه، مثلا دارم توش مثلا لذت میبرم، زیادم آدم سختی هم نیستم. ولی مثلا یکی، حالا من ویدیو گیم مثال زدی خیلی مثلا ملموستر برای من، من اگر که یه بازی باشه باید روی سخت‌ترین مدل ممکنش بازی کنم و باید دهنم سرویس شه و اصلا اذیت میشه، ولی اگه نکنم اذیت میشم. آره دیگه لذتش دونه. نه میگم خیلی هستن که اصلا براشون این چیزی اصلا مهم نیست، میشه خیلی ها رو میشناسم که اصلا میگم مگه احمقی، ما میخوام فقط مثلا یه ساعتی رو مثلا بگذرونیم. مثلا یه بازی هست به نام بلاست واس، من زیاد دربارش صحبت کردم، سه تا اولش دیفیکالتی داره که تو اگه آخری مثلا تموم کنی دو تا دیفیکالتی دیگه هم بهش اضافه میشه. یا الله خسن باشه، عجیبی کشیدی داداش. من اون آخریه رو مثلا سه بار تموم کردم، ولی اون آخریه دیگه اینطوریه که از زمین و زمان داره برات میباره دیگه، همه چی بر علیه توه. من یه جمع علیه توه، ببخشید یه جنبندی آخرش بکنم. برداشت من از این داستان، این مفهوم اینه که ما نمیتونیم با اطلاعات و تجربیات الانمون تصمیماتی که در گذشته گرفتیم رو قضاوت کنیم. این کاری که همیشه میکنیم مثلا یه تصمیم اشتباهی گرفته باشیم، الان میشینیم به قضیه نگاه میکنیم، یو چرا اون موقع نفهمیدیم اینو. نوستراداموس که نیستیم که، نمیتونیم اون موقع که تجربیات الانمون که نداشتیم چجوری این سختگیری رو به خودمون داریم. به نظر من این دوتا حالت داره. حالت اول رو بذارید با یه مثالی توضیح بدم. این وقتیه که همین شروع میکنیم خودمون رو سرزنش کردن به خاطر تصمیم بعدی که تو گذشته گرفتیم با اطلاعات الانمون. من سال 2016 یه اینترنشیپی رفته بودم، بعد اونجا یه آدمی بود میخواستش که شروع کنه نتایج بازی های هاکی رو پیشبینی کردن بر اساس یه سری اطلاعات گذشته. بعد این یه اشتباه جالبی کرده بود، این بود که اومده بود حالا یه سری فیچر تو در میاری، مثلا فیچر اینه که تعداد گلایی که تو بازی گذشته زده، تعداد گلایی که خورده، نمیدونم بهترین بازیکنش چند دقیقه بازی کرده، چقدر خطا کرده، چقدر پنالتی ده، این چیزا. خب اینا رو وارد میکنی، مثلا اون سیستم یاد میگیره پیش بینی کنه نتیجه بازی فردا رو. بعد این در واقع دیتا ستی که درست کرده بود اومده بود نتیجه بازی که میخواست پیش بینی کنه رو گذاشته بود توی قضیه، خب مدلی که میخواست ترین کنه اون نتیجه رو گذاشته بود. بعد خب مدل خیلی داشت با دقت بالایی درست پیش بینی میکرد. این غلطه دیگه، به خاطر خودت نتیجه رو که نبذاری توش، تو کل داستانی میخوای نتیجه رو پیش بینی. این آقا اومده تعداد گلا رو گذاشته بود اون تو، عالی شده بود. این سرزنش کردن خودمون بر اساس اطلاعاتی که الان داریم و تجربیاتی که الان داریم هم همینه. نتیجه رو میدونیم، شروع میکنیم خودمون سرزنش کنیم، این که معلوم بود، چرا مثلا من اون موقع اینجوری شدم. نه اون موقع که معلوم نیست، معلوم نیست. حالت دومش اینه که فرض کن شما مثلا دو تا سه تا انتخاب داشتی، یکیشون انتخاب کردی، انتخابم خوب بوده، بعد شروع میکنیم با خودت حال کردن وای چه انتخاب خوبی بود و خوب شد اونا رو انتخاب نکردم. من میگم اینم نمیشه، ممکن اون دو تای دیگه هم خوب بوده باشن، اونو که زندگی نکردی. مثلا اون اوایل راجع به خودم صحبت میکردم، حالا درسم که تمام شده بود، بین این مونده بودیم که مثلا اون استارتاپ رو ادامه بدیم یا برم حالا وارد یه جایی بشم که یه حقوق مثلا مشخصی داره و اینا. من این وریا رو انتخاب کردم، حقوق مشخص و حالا استارتاپ انتخاب نکردیم، اونم استارتاپ از بین رفت، هیچ کیم دیگه روش کار نکرد. الان من ممکنه نگاه کنم بگم که اوه چه خوب شد اونو نرفته بودم، ولی نمیدونم. ولی اگه اونجا مثلا اگه فول تایم رو اون فوکس می‌کردم، آره. شاید به جایی میرسیدم. آره نمیدونیم. روی این حساب بیخوده به این گذشته فکر کردن و حالا یا حسرت بخوری یا سرزنش بکنی یا هر چیزی. نمیشه قضاوتش کرد و ایشون گفتن شما گذشته خودتون رو دوست داشته باشید هر چی که بوده. تموم شد صحبت. خیلی تاثیرگذار بود. چله تموم شد. اگه تموم شد ما اگه تموم شد اگه موقع ما رو خودیم تموم شد. من خواستم این مثال شخصی بزنم در مورد همین که گفتی، یادم اومد الان شاید این تجربه من خیلی دخیل باشه تو این که
زیاد نمیرم به گذشته و مثلا زیاد خودم رو قضاوت نمی کنم. یه دوران تو دانشگاه فکر کنم میخواستم رشته عوض بکنم یا برای کوآپ یا حالا اینترنشیپ اپلای کنم. بعد اینطوری بود که بعد کارنامه یا ترانسکریپتتو نگاه میکردن، حالا اون معدل مهم بود. نمیدونم چرا میرفتن ترمای گذشتتن نگاه میکردن، میدیدن چند تا کلاس داشتی تو هر ترم، چه نمره هایی گرفتی تو اون ترم و اینها. بعد به من گیر میدادن به یه ترم خاصی که دو تا کلاس برداشته بودم، تعداد واحد خیلی کم بود و من نمرم خیلی هم بد شده بود تو اون ترم، یعنی هم تایم زیاد داشتم هم نمره کم شده بود. بعد و به خاطر اون ترم من نمیتونستم اپلای کنم برای اون کاری که دنبالش بودم. بعد نمیتونستم، خیلی باعث شده بود که من خودم رو اون موقع قضاوت میکردم، میگفتم که چرا من مثلا دوتا کلاسی که داشتم نمرم تازه بدم شده بوده. و اصلا یه دوران خیلی رو خودم سخت گرفته بودم و سرزنش میکردم خودم اینو، در صورتی واقعا یادم نبود، فقط اون رو کاغذ میدیدم، نمره هامو میدم، اون ترمو میدم، ولی هیچ اتفاقاتی که تو اون دوران برای من داشت اتفاق میافتاد، اون سختی هایی که داشتم بیرون مدرسه بیرون دانشگاه، کامل یادم رفته بود و فقط داشتم اون نمره رو نگاه میکردم، اون ترمو نگاه میکردم. و طول کشید برای من، خیلی طول کشید که اینو بهش برسم که خیلی اتفاقات دیگه هم تو اون دوران برای من افتاده بوده که یادم رفته بوده. و از اون به بعد دیگه اول برای خودم سعی کردم که شل بگیرم گذشتم و مثلا شل کنی و لذت ببری. آره قضاوت کردن وقتی دیدم که اصلا خودم نمیتونم، یعنی کوالیفای نیستم گذشته خودم هم قضاوت کنم، حالا دیگه دیگرانه که هیچی، فکر میکنم اون خیلی تاثیر داشت که یه ذره شل کنم. یکه شعر میگه تنگ و زیدراری درش بیشتر. شعر کنید لذت. ممنون که اپیزود ما رو مزین کردید به این یک بیت از شعر ماسه. آره آقای پایا پایدار هم کلاسی قدیم آرمین میخوایم بریم جمع کنیم. آره جمع کنیم چون یه ساعت و ربع شده. باشه دیگه بریم بعدی میایم کامنت ها اینا رو اپیزود بعدی میخونیم. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و هر که میخوایم ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس، میتونید اونجا برای ما اینو نه اصلا حذف که میتونیم برای همه جا اینا برگشت به ستینگ دوگمشو گرفتیم. میریم و اپیزود دیگه پنج شنبه برمیگردیم. خدا حافظ. خدا حافظ. بگو چی میخوای.